هر جنگیتی هستید روز و شبتون بخیر باشه. امروز 21 اسفند ماه با من سارا ساسانیان خواهید بود از استودیوی خبری کانال یک. ابتدا سرخط خبرها. کسری 1,000,000 تومانی از مستعمری بازنشستگان، سازمان تأمین اجتماعی از بازگرداندن این مبلغ خبر داد. عراق به جای پول گاز به ایران مازوت تحویل می‌دهد. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان از آغاز دادگاه جمعه خونین زاهدان خبر داد. شبکه بانکی در خدمت تسهیلات تکلیفی مسکن ملی قرار گرفته. با پاسپورت ایرانی تنها می توان به 11 کشور بدون ویزا سفر کرد. پرداخت ارز مسافری با دستور رئیسی متوقف می شود. جوایز اصلی اسکار به فیلم اوپنهایمر ساخته کریستوفر نولان رسید. و در ادامه این بخش خبری، 80% سهام باشگاه پرسپولیس واگذار می شود. با اعلام خبر کسر 1,000,000 تومان از مستعمری اسفند ماه برخی بازنشستگان توسط سازمان تأمین اجتماعی، اعتراضات گسترده‌ای در سراسر کشور شکل گرفت. پس از این اقدام، محمد اسدی رئیس کانون بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرد کسر این مبلغ با هدف واگذاری سهام پتروشیمی امیرکبیر به بازنشستگان بوده است. به گفته ایوی 52% سهام پتروشیمی امیرکبیر به ارزش 64,000 میلیارد تومان به بازنشستگان تأمین اجتماعی واگذار می شود که از این میزان سهم هر بازنشسته 15,000,000 تومان بوده که 5% آن طی 3 قسط از مستعمری آنان کسر خواهد شد. به گفته برخی رسانه‌های خبری، بازنشستگان میگویند که برای واگذاری سهام از آنها رضایت گرفته نشده و کسر 1,000,000 تومان از مستعمری آنها غیر قانونی است. سازمان تأمین اجتماعی نیز در طی اطلاعیه ضمن اعلام حمایت خود از این اقدام از بازگرداندن این مبلغ به حساب مستعمری بگیران خبر داد. در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی از بدهی 9 تا 11 میلیارد دلاری عراق به ایران سخن می‌گویند، وزیر برق عراق از توافق با جمهوری اسلامی ایران بر اساس طرح تهاتر گاز با نفت عراق جهت پرداخت بدهی کشورش به ایران خبر می‌دهد. زیاد علی فاضل وزیر برق عراق روز یکشنبه 20 اسفند خبر داد که این کشور بر اساس توافق با جمهوری اسلامی در ازای دریافت گاز به ایران نفت سیاه تحویل می‌دهد. وی در اظهارات خود مشخص نکرد دقیقاً منظورش از نفت سیاه چیست، اما این اصطلاح برای آلاینده ترین سوخت فسیلی استفاده می شود. به گفته وزیر برق عراق، جمهوری اسلامی به تحویل روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز به این کشور متحد است، اما در سالهای گذشته فقط نیمی از این میزان را به عراق تحویل داده است. عراق حدود 10 روز قبل نیز اعلام کرده بود که ایران به دلیل سرما و کسری و کمبود شدید گاز در داخل، تحویل گاز و برق به این کشور را به صفر رسانده است. این خبر در حالی منتشر شده که جمهوری اسلامی خود با کسری گاز مواجه است و در قبال تحویل پاکترین سوخت فسیلی خود به عراق، آلاینده ترین سوخت فسیلی را تحویل می گیرد. صدور گاز ایران به ترکیه و عراق در میان کسری روزافزون آن باعث افزایش مصرف سالانه سوخت مازوت و همراه گازوئیل در ایران شده که این میزان نسبت به سالهای گذشته نزدیک به 18 میلیارد لیتر افزایش داشته است. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان از اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده جمعه خونین زاهدان خبر داده است. عبدالحمید اسماعیل زهی در صفحه شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت دادگاه جنایت جمعه خونین زاهدان پس از انتظاری طولانی با 1,000 افراد معدودی از ماموران نیروی انتظامی تشکیل شد. امام جمعه اهل سنت زاهدان با انتقاد از تأخیر در برگزاری دادگاه و نحوه رسیدگی به این پرونده نوشته است که عامران این جنایت و عاملان سپاهی و بسیجی آن هیچگاه بازخواست نشدند. منابع رسمی حکومت اطلاعات بیشتری در مورد این دادگاه و جزئیات آن تا کنون منتشر نکردند. پیشتر مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های نماز جمعه با انتقاد از عدم واکنش علی خامنه‌ای به حادثه جمعه خونین زاهدان، خواهان محاکمه تمام عاملان جنایت جمعه خونین زاهدان شده بود. او با اشاره به برگزاری دادگاه جمعه خونین گفته بود که مردم
انتظار دارند که قاضی فقط حرف حق شنیده و تحت فشار هیچ اداره و ارگانی قرار نگیرد. به گزارش کمپین فعالین بلوچ، دادگاه جمعه خونین یا جمعه سیاه زاهدان در دو جلسه در اواخر بهمن 1402 برگزار شد و ریاست دادگاه بدون شنیدن اظهارات خانواده کشته و زخمی شدگان از آنها خواسته بود تا با گرفتن دیه رضایت دهند، اما خانواده ها با این امر مخالفت کردند. جمعه خونین یا جمعه سیاه زاهدان به درگیری های 8 مهر 1401 بین مردم معترض زاهدان به تجاوز یک فرمانده پلیس به یک دختر نوجوان با ماموران حکومتی جمهوری اسلامی اطلاق می شود که در جریان این درگیری حدود 100 تن از مردم بلوچ با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی کشته و شماری نیز مجروح شدند. شبکه بانکی در خدمت تسلیحات تکلیفی مسکن ملی قرار گرفته است. روزنامه دنیای اقتصاد در شماره امروز دوشنبه 21 اسفند به این موضوع پرداخته و نوشته است که منابع موجود در حوزه وام مسکن در بانک‌ها به صورت دستوری یا طرق دیگر با اولویت پرداخت به پروژه‌های مسکن‌سازی دولتی به مصرف می‌رسد. در این گزارش تاکید شده است که شاهد جاماندگی قدرت خرید وام مسکن از قیمت خانه هم در تهران و هم در سایر شهرهای کشور هستیم. نویسنده این گزارش تاکید کرده که سیاستگزار تصور می‌کند وام خرید خانه فقط در تهران کارایی خود را از دست داده و در خیلی از شهرهای کشور همچنان اثرگذار است. به نوشته این روزنامه، این تصور دولت کاملا نادرست است، چون تورم مسکن در کل کشور برابر تورم مسکن تهران شده است و در حال حاضر وام خرید خانه نه تنها در تهران که در همه مناطق شهری ایران به درد خانه اولی ها نمی‌خورد. در بررسی سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی کشور نیز اشاره شده است که در حال حاضر این سهم 6.5% است، در حالی که در سال 96 این میزان 8% و در دهه 80 بیش از 25% بود. یکی از دلایل اصلی عدم پرداخت وام مسکن به مردم، تکلیف بانک ها برای پرداخت وام به پروژه های مسکن ملی است. این تورم در نهایت منجر به پدیده بدمسکنی و بیمسکنی در کشور شده است. در پی این اتفاقات بازار اجاره بها نیز برهم ریخته است. شرایط حاکم بر بازار مسکن به گونه‌ای شده است که تابستان سال جاری مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نوشت تا ابتدای دهه 90 دهک‌های 1 تا 3 عملاً به دلیل ناتوانی در پرداخت اقساط بانکی از حق دسترسی به مسکن مناسب محروم بودند. هم‌اکنون این 3 دهک به صورت مطلق و دهک‌های 4 و 5 و حتی بخشی از دهک 6 نیز نسبتاً قادر به تأمین مسکن مورد نیاز برای سکونت خود نیستند. Thank you.
هاش تو دادم به سامانه سوخ. سامانه سوخ سوخ شما رو مستید. کار زمانه کم پرستار داد بزن، حق تو فریاد بزن. 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 و در ادامه این بخش خبری با شما خواهیم بود. مؤسسه مشاور مالی نومد کپیتالیست در جدیدترین رتبه بندی خود پاسپورت سوئیس را قوی ترین پاسپورت در سراسر دنیا معرفی کرد و پاسپورت جمهوری اسلامی ایران در رتبه 190 از میان 199 کشور قرار داده است. بر اساس ارزیابی مؤسسه نومد کپیتالیست با گذرنامه ایرانی تنها میتوان به 11 کشور بدون ویزا یا روادید سفر کرد و در مجموع میتوان با اخذ ویزا در فرودگاه یا به صورت الکترونیک به 44 کشور دیگر با سهولت نسبی وارد شد. در این گزارش آمده است که شهروندان ایرانی در ورود به تعداد زیادی از کشورها از سوی مسئولان یا شهروندان آنها با خصومت قابل توجهی مواجه میشوند. همچنین ایرانی ها از داشتن تابعیت دیگر کشورها منع میشوند و شهروندان آن سطح پایینی از آزادی را تجربه میکنند. به گزارش این مؤسسه از 199 کشور جهان پس از سوئیس گذرنامه های کشورهای ایرلند و پرتغال به ترتیب در رتبه دوم و سوم این رده بندی قرار دارند. گذرنامه امارات متحده عربی در رده ششم است، گذرنامه کانادا در جایگاه 36 جهان و گذرنامه ایالات متحده در مقام 44 دنیا قرار دارد. در ارزیابی نومد کپیتالیست جایگاه گذرنامه های فلسطین، اتیوپی، سودان و میانمار بالاتر از جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته و گذرنامه های معتبرتری دارند. پس از حاشیه‌های ایجاد شده به واسطه صف‌های طولانی در فرودگاه بین‌المللی تهران برای دریافت ارز و بالا گرفتن انتقادها از این سیاست بانک مرکزی، یک نماینده مجلس اعلام کرده که پرداخت ارز مسافری با دستور رئیسی متوقف خواهد شد.
خبرگزاری دولتی ایرنا نیز برای عادی نشان دادن شرایط فرودگاه اقدام به تهیه یک گزارش تصویری از باجه‌های پرداخت ارز کرده که به گفته منتقدان تصاویر مربوط به ساعاتی بود که پروازهای خروجی در حداقل ممکن قرار دارد. در همین رابطه علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که قطعاً مطالبه بعدی این است که با تصمیم گیران حراج منابع ارزی در شرایط جنگ اقتصادی که موجب آسیب اقتصادی و اجتماعی گردید برخورد شود. خضریان تاکید کرده که پس از پیگیری این موضوع متوجه شده که پرداخت ارز مسافری با دستور ابراهیم رئیسی متوقف خواهد شد. روز گذشته یک شنبه 20 اسفند ماه ویدیویی در رسانه ها منتشر شده بود که صفحه دریافت ارز در فرودگاه بین المللی امام خمینی در تهران را به تصویر کشیده و نشان از ازدحام مردم و برهم خوردن نظم عمومی فرودگاه داشت. اوپنهایمر در 96مین دوره جوایز آکادمی اسکار 7 مجسمه طلایی را از آن خود کرد و به عنوان بهترین فیلم معرفی شد. 96مین دوره جوایز سینمایی اسکار با اجرای جیمی کامل در سالن دالبی تئاتر لس آنجلس با اهدای جوایز اصلی از جمله بهترین فیلم و کارگردانی به اوپنهایمر ساخته کریستوفر نولان برگزار شد. اوپنهایم ساخته کریستوفر نولان تقریبا تمام جوایز اصلی این دوره اسکار را از آن خود کرد که شامل بهترین فیلم، کارگردانی، بازیگر نقش اصلی و مکمل مرد، تدوین، موسیقی، متن و فیلمبرداری شد. فیلم بیچارگان ساخته یورگوس لانتیموس که در 10 رشته اسکار کاندیدا بود نیز موفق شد 4 جایزه از جمله جایزه کمتر پیش بینی شده بهترین بازیگر نقش اصلی زن را در کنار بهترین گریم، بهترین طراحی لباس و بهترین طراحی صحنه را به خانه ببرد. در اطلاعیه باشگاه پرسپولیس درباره واگذاری که ورزش 3 به استناد سامانه کدال منتشر کرده 2 نکته عجیب وجود دارد. قیمت 7000 تومانی واگذاری و بی اطلاعی از آن طبق ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور بود که در ساعت‌های خبری منتشر شده و تاکنون رسما به این شرکت ابلاغی صورت نگرفته است. طبق اعلام خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایران ایرنا بر اساس مصوبه هیئت دولت جمهوری اسلامی و ابلاغ مخبر، معاون اول رئیسی معادل 80% سهام باشگاه پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر بابت رد دیون و سایر تکالیف دولت واگذار می شود. در این نامه هیچ اشاره‌ای به ارزش 80% سهام باشگاه پرسپولیس و همچنین مقدار بدهی که دولت بابت آن پرسپولیس را واگذار کرده نشده است. با سپاس از شما که بیننده این بخش خبری بودید. ما را از طریق یوتیوب شهرام همایون، اینستاگرام چنل وان تیوی و فرکانس یاسد و یوتلسات با آدرس زیر مراجعه و دنبال کنید. و یادتون نره اینجا تنها رسانه مستقلی است که به دست شما و به خواسته شما مهمان خانه های شماست. جایی نرید، برنامه های ما از آن سوی استودیو ادامه دارد تا بخش دیگر بدرود.